مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران طی گفتگویی با رویداد 24 از ابتلای 6% کارگران جنسی تهران به ایدز خبر داده و گفته عدم آزادی جامعه در تماس جنسی مطمئن و برقراری تماس‌های جنسی نامطمئن به عامل اصلی انتقال ایدز تبدیل شده. او در ادامه گفته به عنوان یک پزشک و کسی که برای سلامت مردم کار می‌کنم باید برای کشف و درمان جمعیت‌های کلیدی که می‌تونن ایدز رو انتقال بدن راهکار ارائه کنم. اعتراض‌های به نحوه مواجهه با این جمعیت‌های کلیدی از جمله زنان روسپی و افراد همجنسگرا میشه. بعضی‌ها میگن ما اصلا این جمعیت‌ها رو نداریم، اما ما میگیم داریم و باید پاتوق این جمعیت‌ها رو شناسایی کنیم و اگر ایدز داشته باشن درمانشون کنیم که به بقیه جامعه سالم منتقل نکنن. اشاره مینو مهرز به کارگران جنسی و همجنسگرایان و تلاش بر تاکید موجودیت اونها در جامعه از یک جهت کمک می‌کنه که حضور این افراد به جامعه و مسئولان حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یادآوری بشه و از جهت دیگه نشون دهنده اینه که نادیده انگاری و به رسمیت نشناختن این اقشار تا چه میزان آسیب پذیر بودن اونها رو بیشتر کرده و اونها رو در معرض بیماری، آسیب و خشونت قرار داده. مهرز با اشاره به خوشفکر بودن قاضی‌زاده هاشمی فر وزیر بهداشت در دولت روحانی میگه در اون زمان یکی از معدود کسانی که به طور علمی وجود کارگران جنسی رو تایید کرد وزیر بهداشت وقت بود. او هم موافق بود که این جمعیت‌های کلیدی از جمله افرادی که اعتیاد تزریقی دارن یا افرادی که شغلشون کارگری جنسیه و حتی همجنسگرایان رو شناسایی کنیم. ما نباید چشممون رو ببندیم و بگیم این افراد وجود ندارن. لازم به ذکره که مسائل و مشکلات جامعه ایران در حوزه موضوعات جنسی و جنسیتی بسیار ابتداییه و تا زمانی که تابوی صحبت و پرداختن به چنین موضوعاتی در رسانه‌های عمومی مثل تلویزیون شکسته نشه و در مدارس از سنین کودکی به بچه‌ها آموزش‌های لازم صورت نگیره و خانواده‌ها در رویارویی با چنین موضوعاتی سکوت کنن، وضعیت همین خواهد بود. به رسمیت نشناختن تنوع گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی در انسان‌ها و نگاه دو قطبی به جنس و جنسیت جامعه رو در نقطه کوری نگه می‌داره که بخش بزرگی از افراد دیده و شنیده نمی‌شن و به نیازها و مشکلات اونها پرداخته نمی‌شه. تا زمانی که این رویه حاکم باشه، فعالیت در حوزه سلامت جنسی و جنسیتی کاری بسیار دشوار و دورنمایی بسیار ناامیدکننده داره.